الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عندك عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوارم استون در هر جایی که هستین جور صحت و سر حال باشین و خوش هستیم که در حلقه های درسی که در رابطه با عقاید اسلامی از خلال از این برنامه ها پخش میشه با درس جدید با شما قرار داریم. درس امروز با شما درس 15 هم است بینندگان عزیز و این درس ما در رابطه با انواع توحید انشاءالله و طرح اختصاص داده شده و شک نیست که در درس گذشته ما در رابطه با قضیه توحید صحبت مفصل کردیم، توحید تعریف کردیم و بالاخره در رابطه با اهمیتش در حیات زندگی انسان در دنیا و در آخرت و بالاخره در رابطه با دلایل توحید که تا برای ما ثابت شود که الله واحد و یگانه است. انواع توحید اهمیت دانستنش برای ما چی می باشه؟ قسمی که در درس گذشته هم اشارتاً براتان بیان کردم که امروز اکثریت مسلمان ها زمانی که در رابطه با قضیه توحید پرسان میشن، قضیه توحید در یک بخش و یا در یک بود از ابعاد ایمان به وحدانیت و یگانگی الله رب العزت خاص میسازن و ابعاد دیگر از نظر میاندازن. پس به این خاطر که ما قضیه توحید خوبتر درک بکنیم و به تمام اجزا و عناصر وحدانیت و یگانگی الله رب العزت ایمان داشته باشیم، پس اینجا که علمای علم عقیده توحید به انواع مختلف بر ما بیان میکنند و در رابطه با هر یک از این انواع بحثای مفصل از خلال آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنند. و جهت از اینکه بینندگان عزیز خلل در عقیده توحید متوجه باشین که خلل در ایمان ما می باشه و در هر یک بود از ابعاد ایمان آمدن به وحدانیت و یگانگی و الله رب العزت اگر در ما تو خلل پیدا میشه، متوجه باشین که خلل ارتباط مستقیم با ایمان و عقیده ما به الله واحد و یگانه هست. پس به می خاطر علمای علم عقیده توحید الله رب العزت در قدم اول به سه بخش اساسی بر ما تقسیم بندی میکنن که اگرچه نامها نامهای تخصصی میباشن، ولیکن چون الحمدلله ما در رابطه با بخش عقاید همین قسمی که در سایه میتیم که ما عموم مردم بفهمند، همین قسم در سایه میتیم که کسایی که در رابطه با این علم میخواین تخصص بگیرن اقلا با این اصطلاحات آشنایی پیدا بکنن. نوع اول توحید به نام توحید ربوبیت یاد میکنن و نوع دوم توحید به نام توحید الوهیت یاد میکنن و نوع سوم توحید هم به نام توحید اسما و صفات یاد میکنن و انشاءالله تعالی ما در رابطه با هر یک از این انواع درسای مستقل را ارائه میکنیم که با تمام جزئیات و عناصر ایمان به وحدانیت و یگانگی الله رب العزت در توحید ربوبیت، در توحید الوهیت و در توحید اسما و صفات آگاهی حاصل. پس به این اساس درس امروز ما در رابطه با قضیه توحید ربوبیت است. امروز در رابطه با توحید ربوبیت صحبت میکنیم که توحید ربوبیت چی را میگن و توحید ربوبیت شامل کدام ابعاد وحدانیت و یگانگی الله رب العزت میشه. کلمه ربوبیت بینندگان عزیز از کلمه رب گرفته شده، رب، و شک نیست که رب در زبان عربی معانی مختلف را ارائه میکنه. رب به معنای صاحب و مالک هم میآید، به طور مثال در زبان عربی میگه که رب البیت، یعنی به معنای که صاحب خانه دیگه. رب از کلمه تربیه و پرورش هم گرفته شده، یعنی به معنای که زمانی که ما چیزی تربیه میکنیم و پرورش میکنیم هم در تحت کلمه رب داخل میشه. پس کلمه ربوبیت از کلمه رب گرفته شده و رب در حقیقت عبارت از آفریدگار، پروردگار، خالق، کسی که آفریده، کسی که پرورش میکنه، کسی که تربیه میکنه، کسی که خلق میکنه، کسی که می آفرینه، تمام از این قضایا در تحت توحید ربوبیت داخل میشه. و از این جهت توحید ربوبیت علما به دو بخش بر ما تقسیم میکنن. یک بخشش به نام توحید ذات یاد میکنن
و بخش دیگهش به نام توحید افعال یاد میکنند. پس در قدم اول ما دانستیم که توحید من حیث کل به سه بخش تقسیم میشه: توحید ربوبیت، الوهیت و توحید اسما و صفات. و شک نیست که هر یک از این اجزا باز از خود اجزای دیگر داره. پس توحید ربوبیت در حقیقت در برگیرنده دو بود از ابعاد وحدانیت و یگانگی الله رب العزت میشه، که یکی بود عقیده داشتن به وحدانیت و یگانگی ذات الله و یکی هم عقیده داشتن به وحدانیت و یگانگی الله رب العزت در افعالش. پس به این خاطر پیشتر هم براتون گفتم که زمانی که ما از قضیه وحدانیت و یگانگی الله رب العزت پرسیده میشیم، اکثریت کسا وحدانیت و یگانگی الله را تنها در رابطه با ذاتش بر ما بیان میکنن. یعنی به این معنی که اگر ما پرسان بکنیم که مراد از وحدانیت و یگانگی الله چی هست، یعنی در جواب میشنیم که بر ما گفته میشه که الله در ذاتش واحد و یگانه هست. نه، الله در ذاتش واحد و یگانه یک بخش از توحید است و این بخش هم در تحت یک نوعی از انواع توحید داخل میشه، در حالی که ما در رابطه با توحید انواع مختلف داریم و هر یک از این انواع از خود اجزای مختلف داره و در رابطه با هر یک از این انواع ما چی داشته باشیم؟ ایمان داشته باشیم. پس قضیه ایمان با وحدانیت و یگانگی ذات الله رب العزت ای در تحت قضیه ربوبیت مورد بحث قرار میگیره. ایمان داشتن به وحدانیت و یگانگی الله رب العزت در افعالش که انشاءالله تعالی صحبت مفصل میکنیم، این در حقیقت در تحت توحید ربوبیت مورد بحث قرار میگیره. خب توحید ذات چی را میگن؟ شک نیست که زمانی که ما در رابطه با اثبات وجود الله جل جلاله صحبت کردیم و بالاخره گفتیم زمانی که ما وجود الله را ثابت کردیم و ما ثابت کردیم که الله وجود داره، پس الله که وجود داره ای الله دارای ذات است دیگه. و به می خاطر ما گفتیم که تعبیر از وجود الله جل جلاله در علم عقاید اسلامی به کلمه ذات میشه دیگه. یعنی هیچ امکان نداره که یک چیز وجود داشته باشه و ذات نداشته باشه. نه، اصلا امکان نداره. پس هر آن چیزی که وجود داره ذات داره. پس الله رب العزت وجود داره و الله رب العزت ذات داره. منتها با این تفاوته که دیگه ما در رابطه با ذات الله جل جلاله تحقیق نمی کنیم، بررسی نمی کنیم. عقل ما از درک ذات الله عاجز است و این مسائل قبلا ما بیان کردیم. منتها آن چیزی که عقیده داشتن ما بینمی ذات الله جل جلاله تقاضا میکنه بینندگان عزیز، ایست که ما به یقین کامل داشته باشیم که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در او وجود نداشته باشه که ذات الله واحد و یگانه است، ذات الله یکتا است. خب زمانی که ما میگیم ذات الله واحد و یگانه هست، ذات الله یکتا هست، همین وحدانیت و یگانگی و یکتا بودن ذات الله چی را افاده میکنه؟ در قضیه ذات متوجه باشیم که چند چیز باید با شما متوجه باشیم. اول که میگیم که ذات الله واحد و یگانه هست، یعنی ذات الله مرکب نیست. مرکب به چی مرا؟ یعنی به ایمانه که به اجزای مختلف تقسیم شوه. بطور مثال من یک انسان هستم ولیکن مرکب هستم دیگه، دست دارم، پای دارم، چشم دارم و هر کدام از این اجزا بشتا چه میشه؟ تقسیم بندی میشه. این قلم یک چیز هست و بالاخره از خود اجزا داره، صاحب سر داره و بشتا پشت داره و داخلش نیچه داره و نوک داره و هر کدام از اینها چی هست؟ ترکیب هست که بالاخره قلم برای ما چی رو با میانه. پس متوجه باشه که ذات الله را زمانی که ما بگیم واحد و یگانه هست، در علم عقاید اسلامی برای ما بیان میکنه که ذات الله بسیط هست. بسیط به چی معنا؟ یعنی به این معنا که به اجزا تقسیم بندی نمیشه. ذات الله مرکب نیست. خب چرا ذات الله مرکب نیست؟ به جهت از اینکه الله عیاذ بالله اگر ذات الله مرکب باشه، شک نیست که چیز مرکب یکی به دیگر خود احتیاج داره دیگه. این قلم مرکب از این سر و از این بشتا پوش است دیگه. حالا اینمی قلم به اینمی سر ضرورت داره، اگه اینمی سر نباشه بالاخره اینمی قلم خشک میشه. من حیث انسان یک ذات هستم، مرکب هستم. خب اگر دست من نباشه من ناقص هستم دیگه، اگر چشم من نباشه من ناقص هستم دیگه. با ذات الله به این شکل نیست بینندگان عزیز، بلکه ذات الله بسیط است. در قدم اول ما به این ایمان داشته باشیم که ذات الله مرکب نیست، به اجزا تقسیم بندی نمیشه، واحد و یگانه است. پس ذات الله که واحد و یگانه و بسیط می باشه و مرکب نمی باشه، اینمی ذات الله یکتا هست. پس مادامی که میگیم یکتا هست، متوجه باشین که به ذات الله جل جلاله ما چیزی را دیگه نسبت دادن نمیتونیم.
توحید ذات از ما و شما تقاضا میکنه که تا ما از الله جل جلو هر آن چیزی که انسان ها به الله نسبت دادن، الله را زمو بر و مقدس و پاک بدانیم. انسان ها در طول تاریخ بشریت خود از وقت و زمانی که انحراف کردن تا به امروز چیزهای زیاد را به الله جل جلو نسبت دادن. نسبت پسر به الله دادن، نسبت دختر به الله دادن، نسبت همسر به الله دادن، نسبت شریک به الله دادن. متوجه باشین که توحید ذات الله از ما تقاضا میکنه که تمام از این نسبت ها را که انسان ها با انحرافشان از عقیده توحید به الله جل جلاله دادن، ذات الله را از ما مبرا و مقدس و پاک بداریم. ولی به ایمان که ذات الله فرزند نداره، دختر نداره، همسر نداره، مثل نداره، مانند نداره، شریک نداره، پس قضیه توحید ذات الله از ما تقاضا میکنه که ذات الله یکتا هست. ایتو یکتای هست که مثل مانند و شریک و هیچ چیز به مثل الله جل جلاله نمیباشه. پس این قضیه از ما و شما همین تقاضا میکنه که به نمی قسم ذات الله جل جلاله را یکتا بدانیم و ذات الله جل جلاله را به هیچ چیز همسری و همتایی ندهیم. قضیه نسبت فرزند به الله جل جلاله شک نیست که همه ما و شما میدانیم که امروز عیسوی ها عیسی علیه السلام پسر خدا میگن. پس عیسی را که پسر گفتن، الله عیاذ بالله، الله را پدر میگن دیگه. و به می خاطر است که ما زمانی که در عقاید نصرانی ها نظر اندازی میکنیم، اگرچه نصرانی ها هم ادعا میکنن که ما عقیده توحید داریم، در حالی که عقیدهشان عقیده توحید نه، بلکه عقیدهشان عقیده تثلیث میباشه. تثلیث به چی معنا؟ یعنی به ایمان که اونا به سیگانگی ایمان دارند، به خدای اب، به خدای پسر که ابن است، و بالاخره به خدای روح القدس، و هر سه از این خدا بالاخره یک خدا را چه میکنه؟ تشکیل میده. و بالاخره چیز میگن که عقل انسان تصور از او را کردن نمیتره. یک تعداد مشرکین ملائکه را دخترای خدا گفتند، یک تعداد کسا جنیات همسر برای خدا معرفی کردند، یک تعداد کسا برای الله همتای دادن، شریک دادن، در عبادتش در ذات شریک مقرر کردن. پس توحید ذات الله جل جلاله از ما تقاضا میکنه که تا تمام آن نسبت هایی را که انسان ها در طول تاریخ خود بعد از انحرافشان به الله جل جلاله داده، ما ذات الله جل جلاله را از او مقدس و پاک بدانیم، از فرزند، از دختر، از همسر، از همتا، از شریک. این در حقیقت توحید ذات الله جل جلاله است. نوع دیگر توحید ذات الله جل جلاله ای است بینندگان عزیز که ما به یقین کامل داشته باشیم که ذات الله جل جلاله ابتدا و آغاز نداره. ابتدا و آغاز نداره. پس ابتدا و آغاز که نداشت، انتها هم نداره. یعنی ذات الله جل جلاله ازلی هست و بالاخره ابدی می باشه. ازلی به چی معنا؟ یعنی به این معنا که ابتدا نداره، آغاز نداره دیگه. ذات الله بوده و هست و می باشه و قدم به طرف ذات الله جل جلاله را نداره دیگه. ذات الله از بین نمیره. پس الله خالق هست. پس ای که خالق است، ای بوده و هست و میباشه. اما ما شما مخلوق هستیم دیگه. یک وقت و زمان نبودیم و یک وقت و زمان هستیم و یک وقت و زمان دیگری از بین میریم. پس ذات الله به این شکل نیست بینندگان عزیز. ذات الله ابتدا نداره، یعنی آغاز نداره، شروع نداره، پس آغاز و شروع نداره. پس متوجه باشین که ذات الله جل جلاله ضرورت به پیدا کننده هم نداره دیگه. و پیدا کننده کی ضرورت می داشته باشه؟ کسی که عدم باشه. پس ذات الله که وجود بود، پس او با پیدا کننده ضرورت نداره. پس زمانی که ذات الله ابتدا نداشت، پس عقل خودش تقاضا میکنه که انتها هم نداره. پس ذات الله عدم نداره، مرگ نداره، نیستی نداره، نابودی نداره، بلکه ذات الله برای همیشه و ابد می باشه. و این تقاضای توحید ذات الله هست که ما به ذات الله جل جلاله به این شکل ایمان. بخش سوم ایمان ما به ذات الله جل جلاله تقاضا میکنه که تا ما به یقین کامل داشته باشیم که ذات الله جل جلاله ذات بی نیاز است. بی نیاز به چی معنا؟ یعنی به معنا که ضرورت و احتیاج و نیاز به هیچ چیز نداره. الله قایم به ذات خود از بینندگان عزیز. به هیچ چیز نیاز نداره، به هیچ چیز احتیاج نداره و به هیچ چیز ضرورت نمی داشته باشد. چرا؟
اگر الله عزیز بالله الله هم به چیز احتیاج داشته باشه و به چیز نیاز داشته باشه، پس فرق بین خدا و بین بنده چی شد دیگه؟ ما بنده هم احتیاج دارم، من بنده هم نیاز دارم، من بنده هم ضرورت دارم دیگه، به هوای ضرورت دارم، به اکسیژن ضرورت دارم که تنفس بکنم، به آب ضرورت دارم که بنوشم، به غذای ضرورت دارم که بخورم، به خواب ضرورت دارم. پس الله عزیز بالله اگر ذات الله هم به این ضرورت ها و احتیاج ها می داشت، پس اینجا فرق بین خدا و بین بنده نمیشه، بلکه بین خالق و بین مخلوق باید که تفاوت های وجود داشته باشه. و یکی از تفاوت هایی که بین خالق و بین مخلوق وجود داره که همین می است که مخلوق همیشه نیازمند هست، مخلوق همیشه محتاج است، مخلوق همیشه ضرورت داره، ولیکن خالق کسی هست که قایم به ذات خود هست، بی نیاز است، ضرورت و احتیاج و نیاز به هیچ چیز نداره. پس توحید ذات الله جل جلاله بینندگان عزیز از ما شما چند تقاضا میکنه. اول این که ما به یقین کامل داشته باشیم که ذات الله مرکب نیست، بسیط هست، یعنی به ایمانا که قابل تجزیه نمیباشه. ذات الله جل جلاله از نسبت دادن فرزند و دختر و همسر و همتا و شریک از همه مبرا و مقدس و پاک میباشه. و در قدم سوم ذات الله جل جلاله آغاز و ابتدا نداره، انتها نداره، مرگ و نیستی و نابودی به ذات الله جل جلاله راه پیدا نمیکنه، به جهت الله خودش وجود هست، پس مادامی که وجود هست هیچ گونه نیستی و نابودی به طرف از اون راه نداره. و در قدم اخیر توحید ذات الله جل جلاله از ما تقاضا میکنه که تا ما با یقین کامل داشته باشیم که ذات الله بی نیاز هست، احتیاج و نیاز و ضرورت به هیچ چیز نزده نداره، بلکه قایم به چی میباشه؟ قایم به ذات خود میباشه. پس به می خاطر زمانی که در رابطه با دلایلی که در درس گذشته براتون گفتم که یکی از دلایلی که ما اثبات وجود الله جل جلاله را میکنیم و او در حقیقت دلیل نقلی هست که در قرآن مجید بر ما ذکر شده که عبارت از سوره اخلاص می باشد. سوره اخلاص بینندگان عزیز اگر در حقیقت شما نظر اندازی بکنیم، سوره اخلاص در حقیقت بیانگر توحید ذات الله رب العزت است و کل نمی قضایایی که ما براتان در رابطه با توحید ذات گفتم، کل نزی قضایا در سوره اخلاص بر ما چی شده؟ بیان شده. در سوره اخلاص بر ما می فرمای الله رب العزت که قل هو الله احد، دوم الله الصمد، سوم لم یلد، چهارم ولم یولد، پنجم ولم یکن له کفوا احد. ببینید که پنج چیز برای ما بیان کرده. الله احد است، الله صمد است، لم یلد، لم یولد، ولم یکن له کفوا احد. و کل از این پنج چیز در تحت قضیه چیز داخل میشه؟ قضیه توحید ذات الله جل جلاله داخل میشه که ما پیشتر براتون بیان کردیم. قل هو الله احد، الله یکتا هست، یعنی به ایمانه که ذات الله دیگه چی نیست؟ مرکب نیست، بسیط هست، یکتا هست، یک هست. الله الصمد یعنی الله قایم به ذات خود هست، احتیاج و نیاز و ضرورت به هیچ چیز نداره. و به میخاطر زمانه که ما ترجمه الله الصمد هم میکنیم میگیم الله بی نیاز است. نه، کلمه صمد بی نیاز معنا نمیده، بلکه کلمه صمد به معنای قایم به ذات خود معنا میده. قایم به ذات خود چی معنا رو میده؟ به این معنی که به هیچ چیز دیگر نیاز نداره، به هیچ چیز دیگر ضرورت نداره. پس مال به مادامی که الله قایم به ذات خود هست، پس احتیاج و ضرورت ما از ذات الله چی کردیم؟ نفی کردیم. لم یلد، الله رب العزت کسی را به دنیا ناورده که پسر داشته باشه. پس در اینجا چی هسته؟ نفی پسر و دختر و همسر و همه چیز از الله جل جلاله میشه که ما از الله جل جلاله این نسبت هایی را که انسان ها به الله دادن اینه چی میکنیم؟ نفی میکنیم. ولم یولد یعنی به ایمونه که الله ولادت نشده، یعنی پیدا نشده. پس مادامی که الله پیدا نشده نفی چی نکنیم؟ نفی ابتدا و آغاز از الله جل جلاله کنیم. یعنی الله چیزی نیست که پیدا شده باشه، بلکه الله چیز بود که پیدا بود دیگه. الله بود و است و می باشه.
پس کلمه لم یولد در حقیقت نفی ابتدا را از الله جل جلاله میکنه و هر آن چیزی که ابتدا نداشته باشه عقل تقاضا میکنه که انتها هم نداره. پس با کلمه لم و لم یولد هم نفی ابتدا را میکنیم و هم نفی مرگ و نیستی و نابودی را از الله جل جلاله میکنیم و جهت از اینکه الله ابتدا نداره و انتها هم نداره. و بالاخره در اخیر برای ما میفهمیم که ولم یکن له کفوا احد و برای الله رب العزت هیچ گناه همسر و شریک و مثل و مانند وجود نداره. و این در حقیقت این قضیه هست که پیشتر برتان گفتم که ذات الله که یکتا هست، پس ما باید که به ذات الله جل جلو هیچ چیز شریک مقرر نکنیم، به ذات الله چیز را مثال نتیم، به ذات الله جل جلو چیز را نسبت نتیم و کل از این قضایا در حقیقت در تحت توحید ذات الله جل جلو قرار می. پس توحید ذات که در تحت توحید ربوبیت داخل میشه، از ما و شما گفتیم که چند چیز را تقاضا میکنه که به هر یک از اینها ما و شما چی داشته باشیم؟ ایمان کامل داشته باشیم. بخش دوم توحید ربوبیت توحید افعال الله رب العزت میباشه. خب چرا ما افعال در تحت توحید ربوبیت داخل کردیم؟ به جهت از اینکه چون کلمه ربوبیت بیشتر بردم بیان کردم که کلمه ربوبیت به معنای کلمه رب هست، رب به معنای پروردگار، رب به معنای آفریدگار دیگر، رب به معنای تربیه کننده و پرورش کننده دیگر. پس افعال الله رب العزت در رابطه با این جهان و کائنات ای در حقیقت کلش ارتباط مستقیم با ربوبیت الله رب العزت داره. الله خلق میکنه، الله پیدا میکنه، الله پرورش میکنه، الله رزق میده، الله مرگ میده، الله حیات میده، الله زندگی میده، الله عزت میده، الله ذلت میده، الله گمراه میکنه، الله هدایت میکنه، بس الله کامیاب میکنه، الله ناکام میکنه، رزق برای هر کسی بخواید میکشاید و برای هر کسی بخواید تنگ میکنه. پس کل از این قضایا در تحت افعال الله رب العزت داخل میشه. پس افعال الله رب العزت ارتباط مستقیم با توحید ربوبیت داره و جهت از این که توحید ربوبیت در حقیقت چون تر توحید رب به معنای پرورش کننده میباشه، پس به این خاطر تماما افعال الله رب العزت در تحت توحید ربوبیت داخل میشه. خب توحید افعال زمانی که ما شما میگیم مراد از توحید افعال چی هست و چگونه در افعالش الله رب العزت ما واحد و یگانه بشماریم. توحید افعال از ما تقاضا میکنه بینندگان عزیز که تماما آن چیزی که ما در جهان و کائنات میبینیم و تماما آن چیزی که در رابطه با مخلوقات رخ میده و تماما آن چیزی که در رابطه با مخلوقات صورت میگیره، از خلقتشان، از پیدایششان، از مرگشان، از حیاتشان، از زندگیشان، از رزقشان، از روزیشان، از عزتشان، سرفرازیشان، ذلتشان، متوجه باشین که از مرضشان، از شفایشان، از کل از این چیزها در حقیقت فعل الله رب العزت میباشه. الله در تمام از این چیزها واحد و یگانه هست. الله رب العزت در تمام از این چیزها ما واحد و یگانه بدانیم و در تمام آن چیزی که متعلق به مخلوقات میشه و به مخلوقات صورت میگیره ما و شما تنها و تنها در اینجا فاعل کی را بدانیم؟ الله واحد و یگانه بدانیم. پس توحید افعال از ما تقاضا میکنه بینندگان عزیز که در قدم اول ما به یقین کامل داشته باشیم که الله رب العزت اینمی جهان و اینمی کائنات و با تمام آن چیزی که میبینیم با وحدانیت و یگانگی خود پیدا کرده، با وحدانیت و یگانگی خود خلق کرده و در خلقت از این آسمان و زمین و در تربیه و پرورش از این مخلوقات و هر آن چیزی که متعلق به این مخلوقات میباشه با الله هیچ کس شریک نیست. در تدبر و تصرف و گردانیدن از این جهان و کائنات با الله هیچ کس شریک نمی باشه. در مرگ و حیات و زندگی دادن برای مخلوقات، در رزق و روزی دادن برای مخلوقات، در عزت و ذلت دادن برای مخلوقات، در مرض و شفا دادن برای مخلوقات متوجه باشین که هیچ کس با الله جل جلاله شریک نیست. پس این قضیه ایمان به افعال الله رب العزت است که در قدم اول الله را در تمام آن چیزی که متعلق به این جهان و کائنات است واحد و یگانه بشماریم و به یقین کامل داشته باشیم که الله تمام این جهان و کائنات با وحدانیت و یگانگی خدا آفریده. پس حالا شما فکر کنیم بینندگان عزیز که اگر ما به این جهان و کائنات نظر اندازی بکنیم و این جهان و کائنات با این بزرگیش، با این عظمتش که تا به امروز عقل بشر انتهای از این جهان پیدا کردن نتانسته،
سیاره های ما در جهان داریم، سیاره های ما در این آسمان داریم که نظام شمسی ما شما در بطن از او داخل میشه. پس متوجه باشه کل از این قضایه را الله با وحدانیت و یگانگی خود پیدا کرد. هیچ کسی در خلقت از این آسمان و زمین با الله شریک نبوده. پس این جز قضیه ایمان ما به افعال الله را بلزد. پس شما فکر بکنید که ذات الله دیگر چقدر عظیم باشه. و نوع دیگر توحید افعال از ما تقاضا میکنه بینندگان عزیز که آن چیزی که فعل الله رب العزت است، آن چیزی که فعل الله رب العزت میباشه، الله در فعل خود واحد و یگانه است. الله در فعل خود واحد و یگانه است به چی معنا؟ یعنی به این معنا که آن چیزی که الله خلق میکنه و پیدا میکنه، متوجه باشین که هیچ مخلوق دیگره مانند فعل الله رب العزت فعل را انجام دادن نمیتونه. به طور مثال ما براتون میگم آفتاب کی پیدا کرده؟ الله رب العزت خلق کرده و پیدا کرده. خب علی بین بگویم که اگر تمام انسان ها و جنات و ملک و کل مخلوقات دست به دست هم بدن، آیا مانند آفتاب باره یک کتله دی جهان و کائنات در ما پیدا کرده میتونن؟ هرگز پیدا کرده نمیتونن. بیاین از آفتاب میگذاریم در زمین خود پایان میشیم. اگر تمام مخلوقات انسان ها، جنیات، ملائکه همه دست به دست هم بتن، آیا میتونه که مانند یک سیب، مانند یک مالته، مانند یک باینجان رومی یک نبات را برای ما پیدا بکنن؟ هرگز نمیتونه. بیاین از این قضیه پایان تر میشه. اگر تمام انسان ها و مخلوقات دست به دست هم بتن، آیا مانند یک مرچه، آیا مانند یک پشه، آیا مانند یک مگس مخلوق را پیدا کرده میتونن؟ عقلت میگه که ابدا این کار کرده نمیتونه. چرا؟ به جهت از اینکه پشه و این مگس و این مرچه و این سیب و این زمین و این آسمان فعل کی هست؟ فعل الله هست. و الله در فعلش واحد و یگانه میباشه و مانند فعل الله هیچ کس فعل را انجام داده نمیتونه. و این جزء عقیده ما در رابطه با وحدانیت و یگانگی الله رب العزت در افعالش میباشه. پس توحید افعال اول در قدم اول از ما تقاضا میکنه که تمام آن چیزی که در جهان و کائنات صورت میگیره از مرگ و حیات و زندگی و پیدایش و خلقت و رزق و روزی و همه چیز متوجه باشین که الله هست و تمام از این افعال الله انجام میده و در فعل الله هیچ کس شریک نیست. و قضیه دوم از ما تقاضا میکنه که تا ما در رابطه با فعل الله به یقینه کامل داشته باشیم که مانند فعل الله هیچ مخلوق فعل را انجام داده نمیتونه، بلکه فعل الله خاص به الله هست و مانند فعل الله هیچ کس چیز را انجام داده نمیتونه. شک نیست که اکثر انحرافات در رابطه با قضیه توحید افعال الله رب العزت در بین ما شما ایجاد شده، پیدا شده و جهت تصحیح درست از این عقیده که با کمال تأسف نوعی از انحراف در توحید افعال الله رب العزت است. انشاءالله تعالی در درس آینده بالای از روشنی مندازیم که تا متوجه از این قضایا ما شویم که تا در رابطه با ایمان ما با وحدانیت و یگانگی الله رب العزت در افعالش خدای نکرده خلل ایجاد نشه. پس درس امروز ما شما در رابطه با انواع توحید بود بینندگان عزیز. توحید به سه بخش اساسی تقسیم بندی کردیم و بعد از در رابطه با توحید ربوبیت صحبت کردیم و توحید ربوبیت به دو بخش تقسیم بندی کردیم، یکی توحید ذات بود و یکی توحید افعال بود و در رابطه با هر یکی از ما شما صحبت مفصل کردیم و الله رب العزت ما شما را توفیق نصیب فرمایه که تا انشاءالله تعالی از این درس ها در رابطه با تقویه عقیده خود به الله جل جلاله و عقیده خود به وحدانیت و یگانگی الله رب العزت استفاده بکنیم و اگر خدای نکرده برخی انحرافات را در عقیده خود در رابطه با ایمان ما به الله جل جلاله و یا به وحدانیت و یگانگی الله رب العزت از خلال از این درس برای ما و شما روشن میشه، با سعی و تلاش و کوشش بکنیم که از این عقاید خود نجات بدیم که تا واقعا توانسته باشیم که من حیث یک انسان مؤمن، مسلمان و موحد از این دنیا رفته و خوشی ها و سعادت های آخرت انشاءالله و تعالی نصیب شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.